الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين. خیلی خوشبختم که فرصتی به دست آمد که در جمع شما حاضر بشم و تشکر میکنم از همه دستاندرکارانی که زحمت کشیدن تا این نمایشگاه در سطح فاخری برگزار بشه. امیدوار هستم که انشاءالله شاهد نمایشگاه های بزرگتری در این حوزه در کشور باشیم. من مایل هستم در فرصت کوتاهی که مزاحم شما میشم به ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتالی بپردازم و در حقیقت این رو به عنوان یک الزام تلقیش بکنم. به هر حال در برنامه ششم همونطور که اشاره شد حدود 113,000 میلیارد تومان پیش بینی شده که در 5 ساله برنامه ششم که آقای جانگرد اشاره کردن در این حوزه سرمایه گذاری صورت میگیره. ولی خب هنوز برنامه دقیقی وجود نداره که این 110,000 میلیارد تومان در کجا هزینه بشه. فقط پیش بینی شده که این کار با یک رشد 19% در هر سال باید صورت بگیره و 7-8% هم رشد ایجاد اشتغال داشته باشه. اولین الزام همین فضا و هوایی است که ما درش هستیم. این هوای آلوده نیاز به توسعه صنایع سبز رو در کشور و اقتصاد سبز رو در کشور برای ما نشون میده. این هوایی که در حال خفه شدن هستیم یکی از حوزه هایی که ما رو میتونه از خفه شدن نجات بده توسعه آی سی تی است، توسعه تلی ورکینگ هاست، توسعه ای سرویس ها، خدمات الکترونیکی است در کشور و به خصوص در شهرهای بزرگ و مگا سیتی هایی مثل تهران که متاسفانه ما این آلودگی هوا رو در شهرهای بزرگ دیگری مثل مشهد و اصفهان و شیراز هم شاهد هستیم در حال توسعه است. و الزام دیگر الزام شرایط ویژگی جمعیتی کشور است. ما چیزی حدود 21 تا 22 میلیون نفر نیروی کار در کشور داریم. از این جمعیت حدود 4-4.5 میلیون نفر تحصیلات لیسانس و بالاتر داریم. 4.5 میلیون نفر دیگر هم در نوبت داریم تا 4 سال دیگه به بازار میان. و برآورد ما این هستش که تا 4-5 سال دیگه به ازای هر 2 نفر فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس که به بازار کار اضافه میشن ما 1 نفر نیروی غیر تحصیل کرده در حیب از زیر لیسانس داریم که به بازار میاد. یعنی 2 نفر بناس دستور بدن، 1 نفر بناس کار کنن. خب این نشون میده که ما بایستی یک برنامه اساسی در سطح اقتصادی داشته باشیم. شاید هم به همین دلیل بوده که در برنامه ششم پیشبینی شده که ما اقتصاد دیجیتالی رو باید توسعه بدیم، آی سی تی رو باید توسعه بدیم. ولی متاسفانه از اونجایی که معمولا سرمایه گذاری در زیر ساختها راحت تر و به اصطلاح به نظر میاد ریسک کمتری داره، این پول که وجود نداره اگرم وجود داشته باشه نگران این هستم که ما به صورت نامتوازن در این حوزه باشیم. به صورت نامتوازن ما در این حوزه حرکت بکنیم و خب طرحهایی رو مطرح بکنیم که شاید اولویت نداشته باشن. و تنها من همدلله پولی وجود نداره که خطرات بکنیم. بنابراین این نگرانی وجود داره که ما در راه سرمایه گذاری دچار مشکل بشیم، به خصوص که حالا چون در این جلسه بزرگوارانی چون آقای جهانگرد، چون آقای امیدیان حضور دارن که حوزه های رگولاتوری رو در حوزه آی تی و سی تی به عهده‌شون هست، به خصوص که ما نظام کارآمدی در این حوزه هنوز نتونستیم تدوین کنیم. به هر حال ما
در نظام تعرفه گذاری و در نظام رقابتی در اقتصاد دیجیتالی مشکلاتی داریم. بعضی از حوزه‌ها هنوز شکل نگرفتن، آیکسا در شرکت کشور شکل نگرفتن، CDN ها شکل نگرفتن. در حوزه اقتصادی ما هنوز فقط به اصطلاح کش کارت داریم در حوزه اقتصاد الکترونیکی. هنوز در این که برسیم به اعتبار الکترونیکی و این که به هر حال ابزارهای مثل ای‌ولت رو در حقیقت و اینها رو در کشور داشته باشیم هنوز فاصله داریم. و ما تا زمانی که نتوانیم این سازوکارها رو در کشور شکل بدیم، مطمئن باشید یا این بخش خیلی بزرگ نخواهد شد و یا اگر بزرگ بشود در حول حوزه های صورت میگیره که شاید اشباه باشیم. ما با توسعه‌ای که در دولت 11 الحمدلله در حوزه پایپ، در حوزه اپراتوری تلکام صورت گیره، خب امروز ما یه چیزی حدود 22 میلیون نفر داریم که از گوشی هوشمند استفاده میکنن و ارتباط نسبتاً باند پهن دارن. ولی از لحاظ یوزیج شاخص‌های ما خیلی شاخص‌های بدیه. جزء حالا من آمار خاصی رو تو ذهنم نیست، ولی قبلاً که مطالعه می‌کردم ما از لحاظ یوزیج در سطح پایینی هستیم و بخش بزرگی از یوزیج شبکه ما هم در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. خب آمارهایی که وجود داره ما فرض کنیم مثلا موتور جستجو 10 گیگابیت پر سکند در از ترافیک کشور، شبکه‌های اجتماعی 40 گیگابیت 45 گیگابیت پر سکند. خب اینا عددهای خوبی نیست. این عددها عددهای خوبی هستند اگر ما در حوزه خدمات، در حوزه تولید محتوا و در حوزه اقتصاد اینترنتی بتوانیم اعداد خیلی بزرگتری از اون چیزی که الان حدود 200 گیگابیت پر سکند است ترافیک کشور ما بتوانیم تولید بکنیم. پس بنابراین از همه دستاندرکاران و به خصوص دوستانمون در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواهش دارم که در رابطه با ایجاد سازوکارهای رگولاتوری و مقرراتی که میتوانند این بازار را بزرگ کنند. من ملاقاتی چند روز پیش داشتم خدمت دوستان عرض کردم. به هر حال یه تصمیمی گرفته شد یه مدل اقتصادی رگولاتوری در حوزه اپراتوری موبایل به کشور پیاده سازی شد. الان بخش عمده اقتصاد ما در حوزه ICT مربوط به اپراتوری موبایل است. این رو ما بایستی تعمیل بدیم به ای-لرنینگ، به ای-هرس، ای-گاورمنت و ای-کامرس و حوزه های دیگر ای که میتوانند در حقیقت اقتصاد ما رو بزرگ کنن و ایجاد اشتغال کنن و ایجاد محتوا بکنن که در حقیقت ما بتوانیم یک فضای مجازی سالم، ایمن و اقتصادی و اشتغالزا رو در کشور راه اندازی بکنیم. و این رو امیدوار هستم که این نمایشگاه ها و توسعه و تقویت به اصطلاح گروه‌های مردم نهاد، سازمان‌های مردم نهاد مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و تقویت در حقیقت کارشناسی در سازمان‌های رگولاتوری از جمله مرکز ملی فضای مجازی شرایطی رو برای کشور ایجاد کنه که آنچه که در برنامه ششم به عهده حوزه ICT قرار داده که از لحاظ شدت رشد از همه حوزه‌های دیگر اقتصادی کشور بیشتر پیش‌بینی شده، ما فعالان در این حوزه انشاءالله بتوانیم در این حوزه بتونیم فعالیت بکنیم. یه نکته دیگه این هم که میخوام بهش توجه داشته باشیم این هستش که در بعد از تحریم خیلی حواسمون جمع باشه. به خصوص من توصیه دارم به دوستانمون فعالان بخش خصوصی در که حالا چه در چارچوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستن چه در خارج اون هستن توجه داشته باشن که ما خدای نکرده مثل یونان نشه. چهار تا ثروتی هم که در ICT در دوران تحریم فراهم کردیم، چهار تا اپراتور و چهار تا شرکت بیم اینا هم حراج بدیم خارج ببرن. خارجی ها اگه بناس بیان در اینجا کار اقتصادی کنن، بیان در حوزه خدمات، در حوزه تولید محتوا،
بیان به ما کمک کنن اگر به اصطلاح مرد این کار هستن یا در حوزه صنعت که خیلی شاخص ما بده. ما در حوزه صنعت عدد ما عدد بسیار بدی است. عدد ما میزان نسبت صادرات صنعتی ما در حوزه ICT به کل صادراتمون 0.145 مثل این که و این عدد بسیار عدد بدی هست. این رو ما بایستی در هم در به اصطلاح سازمان های حکومتی و هم در سازمان های مردم نهاد تلاش بکنیم که خلاصه وارد خارجی‌ها وارد بازار نابسامان نشن، وارد بازاری بشن. این بازار بازار بلیست، هدایتشون نکنیم سر یه سفره آماده، دعوتشون کنیم بیاییم یه جای با هم دیگه سفره رو تدارک بکنیم و یک مشکل ملی رو برطرف بکنیم و نگاهمون یک نگاه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مستقل، به کارگری جوانان، ایجاد اشتغال، تولید محتوا، تمام مسائلی که دغدغه‌های ما هست و از توش هم میشه پول در آورد. بایستی مدل‌های اقتصادیش طراحی بشه. بایستی به سمت اون انشاءالله حرکت بکنیم. من تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نمایشگاه و این نمایشگاه رو گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی می‌دانم.